بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. هفتم ماه صفر، سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در گذشت آیت الله سید علی شیرازی، فرزند آیت الله العظمی سید صادق شیرازی. تأکید استاندار کربلا بر آمادگی این استان برای استقبال از ورود زود هنگام زائران اربعین حسینی. و نخستین مشایع از منطقه تلعفر تا کربلا به یاد مسیر پیاده روی حضرت زینب و کاروان اهل بیت علیهم السلام. وقت شما بخیر. امام حسن مجتبی علیه السلام اولین فرزند امام امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و امام دوم مسلمانان هستند که بنابر نقل همه منابع شیعه و اکثریت قریب به اتفاق منابع اهل تسنن، با خوراندن زهر به وسیله همسر خود جعده و به تحریک معاویه ابن ابی سفیان مسموم و به شهادت رسیدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. امام حسن مجتبی علیه السلام، نخستین فرزند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و نخستین نوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشند. بنابر نقل تاریخ، نام حسن را پیامبر اکرم برای ایشان برگزیدند و آن حضرت را بسیار دوست داشتند. امام حسن مجتبی 7 سال از عمر خود را با پیامبر اکرم همراه بودند و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشتند. فضایل امام حسن مجتبی در منابع شیعه و اهل تسنن آمده است. آن حضرت یکی از اصحاب کسا هستند که آیه تطهیر درباره آنان نازل شد که حکایت از عصمت آن بزرگواران دارد. آیه اطعام، آیه مودت و آیه مباهله نیز درباره آن حضرت و پدر و مادر و برادرشان نازل شده است. امام حسن مجتبی 2 بار تمام دارایی خیش را در راه خدا بخشیدند و 3 بار نیمی از اموال خود را به نیازمندان دادند. گفتند به سبب همین بخشندگی ها آن حضرت را کریم اهل بیت خواندند. امام حسن مجتبی در شورش های اواخر خلافت عثمان به دستور امیرالمؤمنین به محافظت از خانه وی پرداختند. در دوره خلافت ظاهری امیرالمؤمنین همراه ایشان به کوفه رفتند و در جنگ های جمل و صفین از فرماندهان سپاه بودند. نقل شده آن حضرت 20 یا 25 بار پیاده به حج رفتند. امام حسن مجتبی در 21 رمضان سال 40 قمری و پس از شهادت امیرالمؤمنین به امامت رسیدند و در همان روز بیش از 40,000 نفر با ایشان برای خلافت بیعت کردند. معاویه از پذیرش خلافت آن حضرت سر باز زد و ضمن رویارویی با لشکریان امام حسن مجتبی در عراق، با نیرنگ یاران آن حضرت را به سمت خیش کشانیده و به ایشان پیشنهاد آتش بس داد. امام حسن مجتبی برای حفظ اساس اسلام آتش بس و واگذاری خلافت به معاویه را پذیرفتند، به این شرط که معاویه بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم عمل نماید و برای خود جانشینی تعیین نکند و همه مردم از جمله شیعیان امیرالمؤمنین در امنیت باشند. اگرچه بعدها معاویه به هیچ یک از این شرطها عمل نکرد. امام حسن مجتبی پس از ماجرای آتش بس در سال 41 قمری به مدینه بازگشتند
و تا پایان عمر در آنجا مانده و در مدینه مرجعیت علمی را بر عهده داشتند. چنانکه بر اساس نقل بسیاری از منابع تاریخی اهل تسنن، معاویه در زمان حیات امام حسن مجتبی علیه السلام علی رغم تعهدش مبنی بر عدم تعیین ولیعهد و واگذاری خلافت به فردی بعد از خودش، تصمیم گرفت تا یزید را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی نماید. بزرگترین مانع برای معاویه در مسیر گرفتن بیعت از مردم برای یزید، وجود مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. تاریخ شهادت آن حضرت را روز هفتم صفر سال 50 هجری در سن 48 سالگی ذکر نمودند. آن امام بزرگوار وصیت نمودند تا در کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دفن شوند، که با ممانعت عایشه و حامیانش و تیر باران شدن جنازه آن حضرت، سرانجام در قبرستان بقیع دفن شدند. آیت الله سید علی شیرازی، فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، به لقاء الله پیوست. گفتنی است که آیت الله سید علی شیرازی فرزند ارشد آیت الله العظمی شیرازی بود که امروز ششم صفر سال 1446 به دیدار حق شتافت. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در پی ارتحال آیت الله سید علی شیرازی فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام زایعه ارتحال آیت الله سید علی شیرازی فرزند ارشد آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله را خدمت حضرت صاحب العصر و زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و آیت الله العظمی شیرازی و خاندان معظم و بیت شریف شیرازی و سایر منتسبین و مقلدین معظم الله در سراسر جهان تسلیت و تعزیت عرض می نماید. رحمت و رضوان الهی و حشر با اجداد طاهرینش اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از درگاه خدای متعال خواستاریم. ولا حول ولا قوت الا بالله. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام، یک شنبه ششم صفر الاحزان 1446. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استاندار استانبول نهمین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب عربی را افتتاح کرد. این نمایشگاه غیر انتفاعی به دنبال احیای زبان عربی در ترکیه و تقویت روابط بین اعراب و ترک هاست و در حاشیه آن فعالیت‌های فرهنگی مختلفی از جمله سخنرانی، سمینارهای فکری، جشن امضای کتاب، شب شعر و همچنین فعالیت‌های هنری و مهمتر از همه فعالیت‌های ترویجی برای یادگیری زبان ترکی و عربی برگزار خواهد شد. گفتنی است نمایشگاه بین المللی کتاب عربی استانبول بزرگترین رویداد فرهنگی با ترکیب اصالت و مدرنیته و بزرگترین نمایشگاه بین المللی کتاب عرب در خارج از کشورهای عربی محسوب می شود. این نمایشگاه از تاریخ 10 تا 18 اوت 2024، 20 تا 28 مرداد سال جاری در مرکز نمایشگاهی استانبول ترکیه برگزار می شود. آژانس‌های امدادرسان سازمان ملل هشدار می‌دهند که تغییرات آب و هوایی در بخش‌های بزرگی از شرق و جنوب آفریقا ویرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند. گفتنی است بحران‌های آب و هوایی و وضعیت اسفناک میلیون‌ها نفر در آفریقا که برای زنده ماندن از جنگ، فقر، گرسنگی و بیماری تلاش می‌کنند را بدتر می‌کند. از اواسط آوریل بارندگی شدید مرتبط با پدیده النینو
منجر به حوادث آب و هوایی شدید در سراسر شرق آفریقا از جمله سیل، رانش زمین، بادهای شدید و تگرگ شده است. از سوی دیگر نیز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش می‌دهد که بارانهای شدید ناشی از آب و هوا و سیل زندگی ده‌ها هزار نفر را در سودان جنگ زده مختل کرده است و بسیاری را آواره، مجروح و کشته است. وی همچنین ابراز داشت 40 میلیون دلار برای کمک و حفاظت از 5,600,000 پناهنده و آواره داخلی در سودان و 5 کشور دیگر آفریقا لازم است که تاکنون تنها 5 میلیون دلار کمک دریافت شده است. هوش مصنوعی راه را برای کشاورزی آگاه با توجه به شرایط آب و هوایی هموار کرده و سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می شود. در سال 2020 فعالیت‌های کشاورزی مسئول انتشار 16 میلیارد تن دی اکسید کربن بود، در حالی که تولید گوشت و شیر مربوط به دام حدود 3.8 میلیارد تن بود. اکنون هوش مصنوعی به کمک آمده تا با افزایش تولید دام و کشاورزی گازهای گلخانه‌ای را نیز کاهش دهد. کاربردهای هوش مصنوعی در کشاورزی پیشرفته می تواند عملکرد محصولات را 20-30% افزایش دهد. هوش مصنوعی در سیستم‌های آبیاری به کاهش مصرف آب تا 25% کمک می کند. به طور مشابه راه حل‌های کاربرد کود و آفتکش مبتنی بر هوش مصنوعی منجر به استفاده کارآمدتر و کاهش یافته از این ورودی‌ها شده است. گرمای شدید هوا باعث از بین رفتن حدود 80% از محصولات کشاورزی اردن در بسیاری از مناطق و متعاقب آن افزایش شدید قیمت میوه‌ها و سبزیجات در این کشور شده است. با توجه به از بین رفتن بسیاری از محصولات کشاورزی بر اثر دمای شدید هوا، قیمت سبزیجات در اردن رکورد جدیدی را ثبت کرد، به طوری که اقلامی مانند گوجه فرنگی، بادمجان و موارد دیگر از 1.5 دلار نیز فراتر رفت. محمود الاوران مدیر اتحادیه کشاورزان اردنی اعلام کرد دمای بالای هوا در تابستان امسال در مقایسه با سالهای گذشته باعث از بین رفتن مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی و همچنین کاهش میزان تولید در برخی مناطق دیگر شد. در همین رابطه شهروندان اردنی خواستار توقف کامل صادرات سبزیجات در این مدت از سوی دولت برای تأمین نیاز بازار داخلی و حفظ تعادل و ثبات قیمت در آن شدند. استاندار کربلای معلا بر آمادگی این استانداری جهت پذیرایی و استقبال از ورود زودهنگام زائران زیارت اربعین تأکید کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلای معلا، با توجه به ورود زودهنگام تعدادی از زائران حسینی به مناسبت زیارت باشکوه اربعین، بر آمادگی‌های لازم و تکمیل تمامی تمهیدات و مقدمات در نظر گرفته شده توسط استانداری کربلا از همکنون برای پذیرایی و استقبال از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، الخطابی در نشست خبری که پس از اجلاس سالانه زیارت اربعین با حضور تمامی بخش‌های امنیتی و خدماتی در استانداری کربلا برگزار شد گفت این نشست با هدف بررسی برنامه‌ها و اقدامات برای زیارت میلیونی اربعین که چند روز آینده در کربلای معلا انجام خواهد شد برگزار شد. وی خاطرنشان کرد عملیات خدمات رسانی در کربلا از پایان زیارت اربعین سال گذشته آغاز شده تا از آمادگی این شهر در سال جاری اطمینان حاصل شود.
الخطابی تأکید کرد که ادارت خدمات رسانی با اجرای پروژه‌هایی با هدف بهبود زیرساخت‌ها از جمله افتتاح خیابان‌های جدید برای تسهیل رفت و آمد زائرین اربعین حسینی تمام جنبه‌های ضروری خدمات رسانی را در نظر گرفتند. وی همچنین خاطر نشان کرد پس از پایان مراسم زیارت میلیونی اربعین سال گذشته تا کنون 8 میدان با هدف تسهیل در رفت آمد و تردد منظم زائران حسینی افتتاح شده است. الخطابی با بیان اینکه دستگاه دولتی و عموم مردم کربلا افتخار خدمت رسانی سالانه به بیش از 80 میلیون زائر حسینی را دارند تأکید کرد زائر امام حسین علیه السلام از بدو ورود به مرز عراق از مسئولیت ویژه برخوردار است. استاندار کربلا در ادامه افزود با توجه به ورود اولین گروه ها از زائران حسینی در اوایل سال جاری که با تعداد بسیار بالایی صورت گرفت، شهر مقدس کربلا همکنون نیز شاهد حضور قابل توجه زائران حسینی از تمامی استانها و کشورها برای شرکت در مراسم بزرگداشت این زیارت میلیونی می باشد. اولین گرد همایی حسینی برای راه اندازی نخستین مشایع از منطقه تلعفر تا کربلا به یاد مسیر پیاده‌روی حضرت زینب سلام الله علیها و کاروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اولین گرد همایی حسینی در منطقه تلعفر استان نینوای عراق به منظور هماهنگی و تدارک نخستین مشایع زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برگزار شد. این گرد همایی با حمایت موکب‌ها و هیئت‌های حسینی در منطقه تلعفر برگزار شد و طی آن تمهیدات لازم مشایع حسینی بررسی گردید. گرد همایی یاد شده که با عنوان مشایع راه یا زینب از تلعفر تا کربلا برگزار شد، شاهد حضور گسترده مردمی جمعی از حسینیان در میان تدابیر شدید امنیتی بود که برای اطمینان از ایمنی شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. هیئت اعزامی شبکه ماهواره از زهرا سلام الله علیها که از زیر مجموعه های مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام می باشد نیز در این گرد همایی حضور داشتند. گفتنی است که کاروان اهل بیت علیهم السلام را پس از انتقال به کوفه و مدتی اقامت در این شهر به سوی دمشق پایتخت حکومت امویان فرستادند. در برخی از تواریخ ذکر شده که تلعفر یکی از شهرهایی بوده که کاروان اهل بیت علیهم السلام از آن عبور کردند. شیخ عباس قمی در کتاب نفس المحموم به نقل از ابن شهراشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب علیهم السلام می نویسد ابو مخنف نقل می کند خولی وارد موسل نشد و راه صحرا در پیش گرفتند و از جبله و تلعفر و سپس سنجار و قلعه نصیبین گذشتند. در کتاب موکب العبا من کربلا الی الکوفه الی الشام درباره گذشتن خاندان اطهر علیهم السلام از این منطقه هم آمده است. کاروان سرهای مطهر و خاندان اطهر علیهم السلام به سمت غرب حرکت کردند تا وارد سرزمین‌های جزیره سوریه شدند و از تلعفر و سپس بر سنجار شهری واقع در دامنه جنوبی کوه سنجار که نیمه شرقی آن در عراق و نیمه غربی آن در سوریه امروزی است گذشتند. همکنون شهر تلعفر یکی از برجسته‌ترین مناطق استان نینوا به شمار می‌رود که جمعیت زیادی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام را در خود جای داده است. لذا برگزاری این مشایع آن هم از این مسیر در راستای احیا و اعتلای شعائر حسینی و گسترش مشارکت در زیارت اربعین صورت گرفته است. جاده تلعفر به سمت کربلا نیز تبلور و بیانگر نمادهای ویژه است و راهی محسوب می شود که اهل بیت امام حسین علیه السلام در سفر ناگوار خود پس از واقعه کربلا این مسیر را طی کردند.
بدین لحاظ این مشایع و انتخاب مسیر و نامی که بر آن نهاده شده از بعد تاریخی و معنوی دارای اهمیت ویژه‌ای می باشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هفتم ماه صفر، سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در گذشت آیت الله سید علی شیرازی، فرزند آیت الله العظما سید صادق شیرازی. تأکید استاندار کربلا بر آمادگی این استان برای استقبال از ورود زودهنگام زائران اربعین حسینی. و نخستین مشایع از منطقه تلعفر تا کربلا به یاد مسیر پیاده روی حضرت زینب و کاروان اهل بیت علیهم السلام. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.